بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، خدا کنه که خوب باشین. در صنف 11 لکچر 4 مضمون بیولوژی است. در درس های گذشته ما شما اجزای مهم حجره خوانده بودیم که در او سایتوپلازم یک کمی تشریح شده بود. سایتوپلازم از جمله قسمت های عمده حجره است که دارای دو قسمت می باشه، که یکی اکتوپلازم است و یکی اندوپلازم هست. اکتوپلازم یعنی اکتو بیرونی، اندو داخلی، پلازم یعنی مایع. اکتوپلازم او قسمت سایتوپلازم است که به بیرون متوجه است. اندوپلازم او قسمت سایتوپلازم است که به داخل متوجه است. در سایتوپلازم ما و شما دو نوع ارگانیل، دو نوع ساختمان ها داریم، که یکی ارگانیل است یا اعضاچه یا اجسام زنده، یکی غیر زنده است. که در زنده جان ها ارگانیل ها را ما نام گرفته بودیم، مثلا میتوکاندریا، رایبوزوم، لایزوزوم، این ارگانیل ها و غیر است. و در غیر زنده جان ها مینرال هاست، مثلا پروتین ها، شحمیات، مایع است، آب است، مینرال هاست و غیره چیز هاست در سایتوپلازم. در سایتوپلازم اعضاچه یا ارگانیل هایی که ما میخوانیم ای آر است. ای آر مخفف اندوپلازمیک ریتیکولم هست. اندوپلازمیک ریتیکولم. اگر این یک حجره دایروی شکل باشه و در این یک هسته باشه، اندوپلازمیک ریتیکولم یا ای آر کانال هاست به شکل تاو پیچ خورده که از غشای هستوی شروع شده و در سایتوپلازم امتداد داره تا به غشای حجروی. این برام ای آر یا اندوپلازم کریتیکولم یاد میشه. ای آر به دو نوع است، یکی را میگه آر ای آر یا رف اندوپلازم کریتیکولم و یکش میگه اس ای آر یا سموت اندوپلازم کریتیکولم. آر ای آر به نام اندوپلازم کریتیکولم دانادار هم یاد میشه، گرانولر اندوپلازم کریتیکولم. و اس ای آر که است سموت اندوپلازمیک ریتیکولم یا اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولم یا اندوپلازمیک ریتیکولم هموار. ای آر کدام است؟ امی ای آر است که به شکل دانه های سرخ دهش وجود داره و معلوم میشه. این دانه ها اصلا رایبوزوم است، یعنی آر ای آر به او اندوپلازمیک ریتیکولم گفته میشه که دارای رایبوزوم باشن. اس ای آر بدون دانه های رایبوزوم است. که آر ای آر خود امی کانالش که است، اینی کانال آریار که است تقریبا 400 تا 700 انگستروم سایز داره یا جسامتش است. فانکشن یا وظیفه چی است؟ وظیفه آریار و ایسیار متفاوت است. مثلا یک وظیفه آریاری است که تولید پروتین یا سینتز آف پروتین است و وظیفه دیگر آریار که است اوی است که دگریدیشن یا تخریب است. مواد اضافی را از بدن چی میکنه؟ خارج میکنه و از بین میبره. و ACR که است از خود وظایف خاص خود داره یا سموت اندوپلازمیک ریتیکولم، که از جمله وظایفش سینتز آف لیپیدز اند استیرویدز، ساختن شحمیات و استروید هاست که ای ACR میسازن. رول این متابولیزم، در متابولیزم رول داره. همچنان استوریج آف کلسیم. وظیفه دیگه ACR چی است؟ ذخیره کلسیم. کلسیم هم ذخیره میکنه در حجره. و همچنان مواد سرطانی یا کارسینوجن ای را هم دیتوکسیفای میکنه. یعنی ACR وظیفه دیگه است که مواد مضر، مواد سرطانی را از حجره بیرون میکنه و او را خنثی میسازه. دیگه ارگانلی که است به نام رایبوسوم یاد میشه. رایبوسوم از جمله ارگانل های مهم حجره است که در سایتوپلازم موقعیت داره. هر رایبوزوم دارای دو قسمت است. مثلا اگر یک رایبوزوم باشه دو سب یونت داره، یکی را میگه سمال سب یونت، واحد کوچک، سمال سب یونت، و این را میگه لارج سب یونت. رایبوزوم بالای ای آر دو موقعیت داره. یک موقعیتش است که بالای ای آر وجود داره که او را میگه رایبوزوم بسته. یکی رایبوزومی است که به شکل آزاد در سایتوپلازم قرار داره. رایبوزوم برای اولین بار در سال 1953 توسط یک دانشمند برام پالت برای اولین بار
کشف شد در حجره. خب رایبوزوم از خود وظایف مشخص داره که وظیفه عمده رایبوزوم این است که پروتین می سازه، یعنی سنتزیس آف پروتینز. از خاطر رایبوزوم ها به نام پروتین فکتریز هم یاد میشن. دیگه عنوانی که ما شما میخوانیم به نام میتوکاندری یاد میشن. ما در شروع درس هم به شما گفته بودم که میتوکاندری از جمله ارگانیل مهم حجره است که در سایتوپلازم موقعیت داره، به شکل میله‌ای است و میتوکاندری ها دارای دو غشا است که غشای خارجی است و غشای داخلی است. غشای خارجیش که است سموت است، هموار است، و غشای داخلیش به شکل فرورفتگی ها در داخل وجود دارند. خود میتوکاندری ها به نام این جمع است، مفردش میشه میتوکاندریون و نام دیگهش است کاندریوزوم. میتوکاندری ها به نام پاور هاوس آف سل یاد میشه یا پاور پلانت، چون میتوکاندری ها ارگانیلی است که در داخل سایتوپلازم موقعیت داره و وظیفه عمدهش تولید انرژی است. از او خاطر به نام پاور پلانت هم یاد میشن. این قسمت ها، این فرورفتگی ها به نام کرست یاد میشن که در اینجا انزایم ها و مایعات وجود دارن و یکی غشای بیرونیش است، یکی غشای داخلیش است. میتوکاندری ها به شکل آزاد در داخل سایتوپلازم میتونه که حرکت کنه. یک حجره میتونه چندین میتوکاندری ها داشته باشه، یک حجره میتونه یک میتوکاندری ها داشته باشه. همچنان میتوکاندری ها از خود دینه دارن. در حجره دو ارگانیل است که از خود دینه داره، یکی هسته است، نیوکلیس، و دیگه میتوکاندری است. میتوکاندری چون از خود دینه شخصی خود داره، از خاطر میتونه که کپی خود بسازه. اگر حجره به انرژی بیشتر نیاز داشته باشه، میتوکاندری کپی خود میسازه و در نتیجه انرژی بیشتر تولید میشه. در ترکیب میتوکاندری تقریبا 90% فسفولیپید است. همچنان در غشاهای میتوکاندری بعضی انزایم ها وجود دارن، مثلا اسیتایل کو ای سنتتیز، همچنان گلیسرول فاسفاتیز، همچنان انزایم ها دیگری وجود دارن. وظایفش چی است؟ یک وظیفه شما براتون گفتم میتوکاندری وظیفه مهمیش است که برای حجره انرژی تولید میکنن. وظیفه دیگهش اپوپتوزیس است. اپوپتوزیس خونده نمیشه، اپوپتوزیس خونده میشه. اپوپتوزیس به این معنی که مرگ تنظیم شده حجروی یا مرگ پلان شده حجروی. زمانی که یک حجره فعالیت خود دیگه انجام داده نمیتونه یا هاف لایف نصف عمرش تکمیل شده باشه، پیر شده باشه، اون حجرات توسط عملی اپوپتوزیس باید از بین برن که این عملیه توسط میتوکاندری انجام میشه. وظیفه دیگه میتوکاندری ذخیره مینرال هاست، از جمله کلسیم مینرالی است که توسط میتوکاندری ذخیره میشه، و همچنان detoxification of microorganisms یا مواد زهری. مواد زهری یا کارسینوجن که است، در تخریبش، در از بین بردنش میتوکاندری ها رول خود دارن. این بود درس خلاص امروز ما و شما. اگر شما کدام سوال داشته باشین میتونیم که از طریق واتساپ با ما به تماس شوین. خداحافظ.